مجاهدین برای دفاع در مقابل تهاجم عراق به جبهه شتافتند و در شرایطی که هیچ نیروی منظم برای دفاع از خاک میهن در جنوب کشور وجود نداشت، مورد تحسین جمعی امام جمعه آبادان هم قرار گرفتند. اما کمی بعد که پاسداران سر رسیدن، ورق برگشت. پاسدارها می گفتند آبادان و خرمشهر را عراقی ها بگیرند، بهتر است تا مجاهدین دفاع از این شهرها را در دست بگیرند. سلام، این بخشی از تاریخه که راجع بهش چیزی نمیگن. مجاهدین به جبهه رفتن، در مقابل عراق جنگیدن، شهید دادن. اما وقتی در خرداد 61 نیروهای عراقی بیرون کشیدن و خمینی جنگ رو ادامه داد، شورای ملی مقاومت ادامه جنگ رو ناعادلانه و غیر مشروع و بر ضد منافع مردم ایران تشخیص داد. مجاهدین در داخل کشور یک نظرسنجی محدود انجام دادن که نتیجهش این بود: 83% مخالف جنگ، 7% طرفدار ادامه جنگ و 10% بی‌تفاوت. در کل ملت شریف ایران یه چند 200,000 چند صد هزار خانواده جنگیدن، اینو بدونید. بقیه نگاه کردن. من شفاف میتونم حرف بزنم. ما 600 هزار سرباز فراری در زمان جنگ داشتیم. به تعبیر ستاد کل نیروهای مسلح، 1-3.5% کل جمهوری اسلامی ایران بیشتر در جنگ حضور مستقیم نداشتند. شرایط جنگی که بعد که صحنه‌های جنگ و جبهه تغییر کرد، خب برای همه خیلی نامشروع بود دیگه، این ادامه جنگ. خب مثلا خود فرمانده گردان من بود، این واقعیتش وایساد، یعنی همونجا گفتش که من این جنگ رو ادامه نمیدم، نامشروع هستش، چرا که ما به راحتی ما میتونیم به یک صلح خیلی جامع دست پیدا بکنیم، نباید این جنگ رو ادامه بدیم. استعفا داد. برای تو اون زمان خیلی ضربه کاری بود، برای اینکه ما که تو اون گردان بودیم، خب برامون خیلی سخت بود که یه همچین دیدیم فرمانده گردانم همچین. کمتر از 2 هفته بعد شنیدیم که تو تهران کشته شده. عجب، نیروهای عراقی که بیرون کشیده بودن، مردم هم نمیخواستن برن تو جنگ، فرمانده های خود رژیم هم موافق نبودن. پس کی میخواست جنگ ادامه پیدا کنه؟ خمینی بود، تشنی جنگ بود و همچنان شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم رو سر میداد و البته آخوندها و سردمداران رژیم هم به دنبالش. پس مجاهدین وارد فاز جدیدی شدن، مقابله با جنگ ضد میهن. پاییز 1361، شورای ملی مقاومت راه‌های عملی علیه جنگ رو بررسی و کار تدوین یک طرح صلح رو شروع کرد. 19 دی 1361، مسئول شورای ملی مقاومت با طارق عزیز نایب نخست وزیر عراق در محل اقامتش در فرانسه ملاقات کرد. 22 اسفند 1361، شورای ملی مقاومت طرح صلح خودش رو تصدیق کرد. دولت عراق این طرح و شروع مذاکرات برای صلح رو قبول کرد. این طرح مورد حمایت اکثریت مردم ایران و کشورهای منطقه و غربی قرار گرفت و همبستگی 57 کشور رو جلب کرد. مهر 1363، هفته مبارزه با جنگ اعلام شد. واحدهای مقاومت در بیش از 40 شهر و 35 پادگان و مرکز نظامی کشور فعالیت‌های نظامی و تبلیغاتی انجام دادند. 17 اردیبهشت 1364، تظاهرات علیه جنگ و برای صلح آزادی در 13 کشور اروپا، هند و آمریکا به دعوت شورای ملی مقاومت برگزار شد. این فعالیت‌ها باعث می‌شد که مردم حقیقت جنگ رو بهتر بشناسن، جرأت پیدا کنن به این جنگ خانمانسوز اعتراض کنن و البته توان بسیج نیروی رژیم رو هم کاهش می‌داد و باعث ایجاد شکاف بین خود پاسدارها هم می‌شد. مجری تلویزیون رژیم:
در مراحل طراحی عملیاتی که چندی بعد به نام ولفجر 8 انجام می شود، دو تن از فرماندهان اصلی نبرد با دشمن، یعنی حسین خرازی، فرمانده لشکر 14 امام حسین و کاظمی، فرمانده نجف اشرف، درباره درستی تدابیر اتخاذ شده عملیات ابهام دارند و حاضر نیستند نیروهایشان را در عملیات شرکت دهند. در نتیجه خمینی برای کم کردن تأثیر فعالیت‌های مجاهدین دست به توطئه‌های جدیدی زد. تروریسم، معاملات تجاری و زد و بندهای سیاسی که البته و متأسفانه در بستر مماشات غربی‌ها با این رژیم عملی می‌شد. تروریسم که جزء جدایی ناپذیر این هاست، ولی تو اون وضعیت که رو در روی کل دنیا درگیر جنگ بودن و هر هفته هم تو نماز جمعه علیه شرق و غرب عالم شعار میدادن، مگه کسی مونده بود باهاشون معامله و زد و بند بکنه؟ ساده ای. اینا اصلا اون شعارها رو ضد شرق و ضد غرب میدادن که پشت پردش بتونن معامله کنن. ماجرای ایران گیت یا مکفارلین همون موقع رو شد. حکومت آخوندی که تحت تحریم تسلیحاتی بود، چند آمریکایی رو در لبنان گروگان گرفت و آزادی اونها رو مشروط به خرید سلاح از آمریکا و متهم کردن مجاهدین به تروریسم کرده بود. که آمریکا هر دو شرط رو قبول کرد. سلاح‌ها از انبار اسرائیل به ایران ارسال شد. منتظری، اون چیزهایی که می‌خواستن ناو و نمی‌دونم این چیزها، آمریکایی‌ها از راه اسرائیل به ایران می‌خواستن به ایران بدن. آخوندها همچنین چند فرانسوی رو گروگان گرفتن و گفتن شرط آزادی اونها اخراج مسعود رجبی از فرانسه. محمد صادق از همکاران رفیق دوست به من گفت که در اتاق کناری شما نمایندگان اپوزیسیون فرانسه بودند و هر بار شما خواسته ای را میپذیرفتید، رفیق دوست پیش آنها میرفت و میگفت آنها این را قبول کردند، شما چه چیز بیشتری میدهید؟ رولو میگوید مخاطبان فرانسوی رفیق دوست نه تنها اخراج مسعود رجوی را پذیرفته بودند، بلکه حتی به طرفهای ایرانی خود گفته بودند که اگر بخواهید می توانید اشخاصی از مخالفانتان را در هر کجا که خواستید و توانستید بروبایید و ما چشمانمان را خواهیم بست. عجب، مثل اینکه شیطان بزرگ و صهیونیسم و این حرفها فقط واسه منبره. حالا مجاهدین چی کار کردن؟ اما اگر بپرسید برای چی میری؟ در یک کلام میگم که برفروزم آتش ها بر کوهستان ها. از اول هم به پاریس نیامده بودیم برای وقت گذرانی و برای بازی های سیاسی و نه برای استراحت و نه برای جان به در بردن. امروز وقتی مردم ایران از خرد و کلان در مقابل نعره جنگ جنگ به تنگ آمدند، وقتی کارد به استخون رسیده، وقتی جونشون به لبشون رسیده، وقتی جوانها رو خانواده ها قایم میکنند که خمینی اونها رو به زور نبره، وقتی دسته دسته از توی خیابونها دستگیر میکنه و مانند گوشت دم توپ به جبهه ها میفرسته، صحت موضع گیری ما باز هم بیشتر و بیشتر اثبات میشه. پس تصریح میکنم، عبور من از خاک عراق یک پیام تاریخی هم در خود نهفته دارد، پیام صلح عادلانه و پایدار، پایان خونریزی. بس نیست این همه تلفات جانی و مالی و خسارت در هر دو کشور. 17 خرداد سال 65 رهبر مقاومت مسعود رجوی به عراق رفت و 30 خرداد سال 1366 تأسیس ارتش آزادی بخش ملی ایران رو اعلام کرد. ارتش آزادی بخش ملی ایران تا قبل از پذیرش آتش بس در تیر 67 بیش از 100 رشته عملیات علیه نیروهای سرکوبگر رژیم انجام داد که ضربه سنگینی به ماشین جنگی و ارگانهای سرکوب رژیم محسوب می شد. در عملیات آفتاب در فروردین 67 برای اولین بار یک مرکز گردان رژیم توسط ارتش آزادی بخش تصرف شد و 3 ماه بعد در عملیات چلچراغ شهر مرزی مهران آزاد شد.
شعار امروز مهران فردا تهران دیکتاتور رو به لرزه در آورد. پاسدار احمدی مقدم: سازمان منافقین آرام آرام سازماندهی نظامی را درست کردند که اونها هم ابتدا از عملیات‌های محدود، بعد وسعت عملیات اضافه شد و حتی فکر میکنم خرداد ماه 67 بود که شهر مهران را هم تونستن تصرف بکنن. هدف آنها هم در واقع سقوط تهران، تصرف تهران و سرنگونی حکومت بود. پاسدار قاسمی: در یک سال آخر جنگ صبح که از خواب بیدار می شدیم می گفتن آقا خبر داری؟ چه شده؟ مهران را گرفتن. بعد از گذشت 7 سال از جنگ اسیر می گیرن و غنیمت می گیرن و افتضاحیست جنگ. پاسدار سعید قاسمی: وقت نمی کرد سازمان مجاهدین خلق غنیمت های شما را جمع کنه؟ سازمان با حمله سریع به مهران در عملیات چلچراغ توانست خطوط اندک دفاعی این شهر را بشکند و بر امور آن مسلط شود. این عملیات اوج توان نظامی سازمان بود و غنایم خوبی نیز برای این فرقه به ارمغان آورد. امروز مهران، فردا تهران. پیش به سوی تهران. مهران فردا تهران. امروز تهران. اینها مجموعاً ایران را به این نتیجه می‌رساند که به قطعنامه 598 تن دهد. پس اون داستانی که خمینی می‌گفت آبروم و با خدا معامله کردم و بنا به مصالحی مجبورم و اینا همه حرف بود، از ترس سقوط نظامش به آتش بستن داد. دقیقاً در حقیقت مجاهدین اولش تلاش کردند با فعالیت‌های افشاگرانه و سیاسی این جنگ خانمانسوز رو متوقف کنند. ولی وقتی خمینی همه راه‌ها رو بست، مجاهدین مجبور شدن با عملیات نظامی جام زهر رو به حلقوم خمینی بریزن و تنور جنگ ضد میهنی خمینی رو که هر روز قربانیان تازه‌ای می‌گرفت گل بگیرن. بذاریم بی‌مبالغه بگم، مصیبت‌ها کشیدیم و خون جگرها خوردیم. خیلی برچسب ها تحمل کردیم تا این طلسم جنگ رو در هم بشکنیم. آخه با همین طلسم خمینی راه آزادی و راه زندگی مردم رو سد کرده بود. بله، این یعنی شجاعت. اونطور که میفهمم مجاهدین برای نجات مردم یه تنه همه این چیزها رو به جون خریدن و کاری کردن که با گذشت این همه سال هنوز هم درست درک نمیشه. بله، به قول شاملو یکی از شگردهای مشترک همه جباران تحریف تاریخه و این تحریف حقایق و سفید رو سیاه و سیاه رو سفید جلوه دادن تا حدیه که میتونه با حسن نیت ترین اشخاص رو هم به اشتباه بندازه.